قیاف کنم، مشکل صدا حل بشه. من نمیدونم چرا. یکی از دوستان تایید میکنم درخواستش رو، مثلا آقای عبدی رو، فقط چون ما از حیث فنی مشکلی داریم وقتی صدا رو تایید میکنیم، وقتی درخواستی رو تایید میکنیم صدا ولومش تغییر میکنه. لذا فقط خواهش میکنم آقای عبدی پذیرش رو رد کنید، شما نیاید بالا، شما نیاید بالا، پذیرش رو رد بکنید. فقط من این کار رو به خاطر رفع این مشکل فنی دارم انجام میدم. امیدوارم که شنیده باشید. میپرسم سید باقر محسنی عزیز، من دعوت شما رو تایید میکنم، خواهش میکنم اضافه بشید به جمع ما. انشالله که اینترنت هم مشکلی نداشته باشه و بتونیم در خدمتتون باشیم. خب امیدوارم مشکلی پیش نیاد. الان پیام میده میگه که نمیتونن. آها خب بهتر از بیخ گوش میدن. خیلی خوش آمدید آیه سید باقر. علیکم السلام. بفرمایید. من دیگه معرفی نمی کنم، خودت یه توضیح بده. من یکی از داخل افغانستان از تلویزیون هایی که در دوره طالبان پخش می شدن و ایشان یه مدت طولانی رو بعد از اینکه طالبان به قدرت رسید در کابل بودن، همونجا مخالف طالبان فعالیت میکردن، مصاحبه میکردن. بسیاری از ما چیزی نیست بنویسن که من دیگه کامنت ها رو خاموش کنم که تصویر شما رو ندارم. طبیعی است یا که مشکل هست؟ تصویر من ندارین یا صدای من؟ تصویر شما رو. نه این مشکله، ولی خب مانع پخش برنامه نمیشه، مشکل نداره. تصویر هست، حالا نمیدونم شما چرا ندارید، اما هست. ما اینجا تصویر آمریکا رو داریم با اون کتابخونه زیبای پشت سرتون، ما مشکل نداریم. بفرمایید آقای محسنی عزیز، در خدمتتون هستیم. خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما جناب آقای جعفریان و همه مخاطبان عزیزی که از کانال های مختلف ما در خدمتشان هستیم و این برنامه را تماشا میکنن. من برای معرفی خودم زیاد چیزی را ندارم که بخوام معرفی بکنم. یک آدمی مثل بقیه هموطنان و یک انسانی مثل بقیه شهروندان افغانستان، ما اگر ریشه ای تر بگیم متولد سال 65 قریه لولنج ولایت پروان ولسوالی سرخ پارسا و در کلیت او منطقه غوربند میشه اگر دوست آشنایی داشته باشند، و بیشتر عمر و حیات ما در کابل سپری شده، هم در تحولات دهه اول نیمه اول دهه 70 و همینطور حکم روایی اول طالب ها و بعد که دوره مکتب و اینها هم در کابل و یک مدتی 6 ساله ای را در ایران بودیم و بعد دوباره برگشتیم به کابل و اکنون ما در مشهد در خدمت شما هستیم. زنده باشید. من سوالات رو میپرسم، هر چقدر که بشه فشرده تر در واقع بزرگتاد میتونیم سوالات بیشتری بپرسیم. البته این فشردگی باعث نشه که اصل مطلب منحرف بشه. من از همین صحبت اولمون شروع کنم. خیلی نگران جانت بودیم سید. اونجا بعد از اون مصاحبه که تلویزیون میرفتی تو اون وقت شب به خانه و در این کابل اون اوضاع کار چقدر جدی شد؟ تهدید نکردن؟ زندان نیفتادی یا عقاربتو نگرفتن؟ الان که بیرون هستی چطور؟ یه توضیح در این باره، این چند مدتی که در زیر سایه امارت زندگی کردی برام بده. خب حادثه بزرگی که در افغانستان اتفاق افتاد، این تحول و دگرگونی عظیم، انصافا برای همه ناراحت کننده بود.
ما بعید میدونم کسی از او وضع استقبال کرده باشه، بخصوص در همو ایام و هفته های آخری که هموطنان ما در کابل شاهد بودن. و این تحول بسیار راحت و به یک تعبیری رایگان اتفاق افتاد، بدون زحمت برای طالب ها اتفاق افتاد. یک حالت روحی و روانی عجیبی هم بر ما و هم بر اکثر مردم حاکم شده بود، یک ناراحتی عمومی، یک دلتنگی، یک افسردگی. و در کنار او انصافا در این تحول مردم هم از لحاظ روحی و هم از لحاظ امکانات زندگی آسیب دیدن. اقتصاد مردم، اقتصاد که یک اقتصاد متوسط بود، خیلی ها تلاش کرده بودند در طول این 20 سال علی رغم ناامنی ها و نابسامانی ها یک اقتصاد نیمبندی برای خانواده ها برای خودشان درست بکنند. اینها آسیب رسید، اینها با همون تحولی که پیش بینی نمیشد چه اتفاقی بیفته چه خواهد شد، این آسیب پذیری و آسیب رسی که به مردم اتفاق افتاد خب همه را ناراحت کرده بود. ما شروع در واقع فعالیت های رسانه‌ای ما از قبل از او بود، ولی به صورت جدی‌تر در او حوادثی که در پنچیر اتفاق افتاد و او تکبر و غروری که رئیس دستگاه استخباراتی پاکستان در هتل کابل سرینا از خودش عکسی به نمایش گذاشت، انصافا هم توهین آمیز بود و هم غرور همه مردم را به نوعی خدشه‌دار کرده بود. آغاز فعالیت های ما از دوباره فعالیت با فعالیت آغاز کردن یک از تلویزیون ها بود که از ما خواستند که ما برنامه سیاسی ما را بعد از 10 روز، بعد از 10 روزی که تحول در کابل اتفاق افتاده بود، دوباره فعال میکنه و ما از ما دعوت شد که شرکت بکنیم. ما گفتیم که ما یک حالت روحی و روانی استثنایی برای ما حاکم شده و ما ممکن است دردسری هم برای خود و هم برای شما ایجاد بکنیم، نمیتونیم خود را سانسور بکنیم و ما تعهد ما همیست که آنچه که میفهمیم و آنچه که باور داریم بازگو میکنیم. از همون آغاز شد، هم حالت روانی فردی حاکم بود و هم یک نوع ناراحتی عمومی که وجود داشت، آغاز به فعالیت کردیم. ولی در اوج این فعالیت ها خب طالب ها هم احساس تهدید کردند، تهدیدی که ممکن است یک شورش اتفاق بیفته. البته اگر من اعتراف بکنم که دنبال شورش ولی دنبال آوردن مردم به صحنه بودیم، که مردم در این بیروحیگی، در این در واقع حالت روانی که دارن، زمینه یک استبداد بدتر را فراهم میکنن. طالب ها یکی از تاکتیک هایشان همیست که بدون زحمت و بدون هزینه حکومت بکنن، حکومت بر روح و روان مردم. و ایره ما در همون وقت میدونستیم و تجربه حاکمیت خشن و بد گذشته ایشان را داشتیم که یک طالب با یک شلاق یک ناحیه شهری را مدیریت و کنترل میکرد با زور. این تاکتیک را اخیراً هم دنبال میکنن که بدون زحمت و بدون هزینه اینا حکومت بکنن. به همین اساس تلاش ما این بود که مردم حداقل خود را باز بیابن. بله طالب خشن است، مسلح است، هنجارهای انسانی و هیچ ارزشی را پابند نیستن، همه را کفر میدانن، همه را مشرک میدانن و در واقع جز آموزه هایشان است که این کشور همه شستشوی مغزی شده و اینها و این افراد طالب ها با اون صلاحیتشان، با اون سبک جنگیشان بخواهد که میلیون ها انسان دیگر را اصلاح بکنه، یک مأموریتی برای خودشان قائل بودن. و همین اساس تلاش ما این بود که از او تریبیونی که فراهم شده بود و رسانه ها هم انصافا همکار بودن، همکاری میکردن، بتونیم مردم را به صحنه بکشانیم. ولی در اوج این فعالیت ها متوقف شدیم و ما را به زندان انداختن. مدت 2-3 شبی که در زندان بودیم، البته قبل از او تهدیدات غیر مستقیم بود. خب ما میدونستیم که این بازی های استخباراتی است، تهدید موتربم بود، ترور و کشتن و اینا با نام های مستعار و آدرس های مستعار، ولی ما توجه نداشتیم. تا ای که بعد از زندان و آغاز دوباره فعالیت ما، طالب ها بنایشان جدی بود و گزارشی که به ما رسید بنای قطعی ترور را داشتن، از جمله ترور ما و مرحوم مولوی مهدی که او در همون روز اونا به طرف بلخاب خودش کشیدن و ما از کابل به طرف ایران آمدیم.
همون روزی که مولای مهدی رفت سمت بلخ، شما به سمت ایران راهی شدید، درسته؟ مقارنه همون روزا بود، بله. فکر نکردین بلخ بریم؟ بلخ خب بعدن وضعیتش حاد شد. او وقتی که آقای مولای مهدی رفت، البته ما ارتباط و تماس با ایشان داشتیم، در کابل هم دیدارهایی داشتیم و نارضایتی خودش به ما بازگو کرده بود. او گزارش را که او هم شاید به صورت مشترک داشتیم، وضعیت بلخ در او زمانی که ما در کابل بودم حالت جنگی به خود نگرفته بود. سید الان خانواده تو اونجا اذیت نمیکنن؟ شما فعالیت میکنی، سابقا داشتید، کسی رو دستگیر نکردن، آزار نمیدن، یک روزی میدید مختصر در این باره؟ منطقه ما را، یکی از کندک های طالب ها منطقه زادگاه ما را، سوای ساختار اداری مثل قماندانی امنیه ولسوالی اینا، یک کندک ویژه هم اونجا بردن، ولی هنوز به ما چیزی اطلاعی نرسیده که از اقوام و از بستگان ما مورد آزار و اذیت قرار گرفته باشن. خب بیا از کنفرانس ها شروع بکنیم. تو در کنفرانس و نشست مسکو بودی، الان هم مهمان ویژه هستی، مهمان آنلاین هستی در کنفرانس ویان. از مسکو شروع کن، فکر میکنی حاصل این رفت آمد ها، این نشست ها، امیدی هست که عینی بشه، ثمری داره؟ یک گزارش مختصری هم از کنفرانس مسکو بده. ما این کنفرانس در کلیت نیروهای مخالف طالب ها میخوایم تعریف و توصیف بکنم. یکی که در همون ابتدا ما شاهد بودیم که عرصه فعالیت برای مخالفین طالب ها در هیچ کشوری وجود نداشت، محدودیت جدی بود، حتی یک صحبت ضد طالبانی با نارضایتی مواجه میشد و اکثر فعالیت ها معمولا به یک تعبیر زیرزمینی بود و پنهانی بود. از او حالت حالا ما شاهد تایید حضور مخالفان به عنوان یک صف واحد در کشوری بزرگ و قدرتمند مثل روسیه هستیم. این یک دستاورد، به باور ما البته، یک دستاورد بزرگ است که قدرت‌های منطقه و قدرت‌های و بازیگران جهانی مهر تایید بر مخالفان می‌گذاره. انصافا یک دستاورد است و همینطور نارضایتی و تغییر رویه کشورها از وضع اولیه‌ای که نسبت به طالب‌ها داشتن به یک وضع جدی‌تری که باید پیشبینی هر تحول و هر اتفاقی بود. به رسمیت شناسی، اگر نه به صورت رسمی و علنی، به صورت رسمیت شناسی ضمنی مخالفان، معنایش ایست که آمادگی برای تحول بعدی در افغانستان چه از جانب روسیه و از جانب برخی کشورهای منطقه روی دست گرفته میشه. خب یک گام مقدماتی و اولیه بود، به یک تعبیر یک مانور سیاسی معتبر برای مخالفان بود و این فرصتی است برای سازماندهی مخالفان که بتونن از این وضعیت به وجه احسن استفاده بکنه و انشاءالله بریم به سمت وضعیت بعد از طالبان. گفتی یک موقعیت و یک امتیاز برای ما بود. من میخواستم بدون فاصله صحبت تا قطع بکنم بگم این ما کیه. بعد خود توضیح دادی، گفتی مخالفان طالبان. اما اگر این ما مخالفان طالبانه، چرا بخش اعظمشون در مسکو نبودن؟ اصلا نیومدن. ما تعبیری به از مخالفان طالبان یک مقاومت و اعتراض سراسری مردم افغانستان است. ما دوست ندارم در حرف و گپ مبالغه بکنم. انصافا نارضایتی در حد 90% است در داخل افغانستان. این خانواده بزرگ مقاومت است که مردم به هر شیوهی، به هر سبکی ناراحتی و نارضایتیشان را ابراز میکنند. چه آنهایی که دست به مهاجرت میزنند، وضعیت را نمیپذیرند، نمیخواهند زیر حاکمیت طالبانی باشند، و چه آنهایی که عملا فعالیتهای جدی را گرفتند. مخالفان هر عنصر، هر سازمان و هر جریانی که عملا اراده و تصمیم و جدیتی برای و چالش کشی حاکمیت طالبانی دارن، اینها میشه مخالفان. و مشخصا آنچه که من همکار هستم، جبهه مقاومت ملی افغانستان است که در پیش قراول مبارزه و در واقع فعالیت های سیاسی است، همینطوری که با دیگر جریان های فعال در عرصه نظامیگری و سیاسی هم مرتبطیم، در تماس و ارتباطیم
خب بالاخره افرادی که ممکن است محدودیت هایی داشته باشن، ملاحظاتی داشته باشن، شرکت نتوانستن یا نخواستن شرکت بکنن، این چیزی از مخالفتشان کم نمی کنن. سید بعد داری میری جلو، ببین اینجوری که با بی بی سی و افغانستان اینترنشنال و اینا صحبت میکنی، اینجا اگه صحبت بکنی ما کلامون میره تو هم به قول ایرانی هم. یه عده نیومدن دیگه، تحریم کردن اونجا از عطا بگیر تا نمیدونم از آنکارا فقط معوق اومد، نمیدونم یه تعداد از مشهد مثلا الان اسماعیل خان چرا دوشنبه رو اومد مشکل نیومد الان دوباره ریان هم نیومد. خب اینا مسئله است، یکم وارد صحبت کن دیگه. ما با آقای استاد عطا در تماسم. استاد عطا انصافا شخصیت تاثیرگذار و بزرگی است در تحولات افغانستان و حالا هم میتونه نقش مؤثر و پررنگ بازی بکنه، اما ای که شرکت نکرد در این کنفرانس معنایش این نیست که اینها مخالفتی با طالب ندارن، آنها مقاومتی هستن و بیشتر از شاید از خیلی از افراد اینها جدیتر و مصممتر برای کار باشن، اما این یک گلایه‌مندی و یک نقص در عدم شرکتشان وجود داره که ما با خودشان در میان گذاشتیم. امیر صاحب اسماعیل خان در این نشست نماینده فوق‌العاده داشتن، در دوشنبه خودشان مشارکت داشتن و در وین هم مثل ما نماینده‌ای که از طریق آنلاین شرکت داشتن نماینده داشتن. خب چرا نماینده آخه وقتی که یک ابرقدرت داره شما رو زمینی به رسمیت میشناسه؟ ببین سید، من میخوام وارد این قضیه بشم. مردم شما از اختلاف هستن، حتی موقعی که همون شیعه یه حزب داشتن بعد چند تا شد و حزب وحدت باز یک طرف رفتن دیگه، این اتفاق دوباره داره تکرار میشه. چند بار چرا ما تاریخ درس نمیگیرن؟ یه فرصتی پیدا شده بعد از این دو سالی که همه روی طالب سرمایه گذاری کردن، حالا موسکو میگه بیاید. این دیگه دوشنبه نیست، این دیگه نمیدونم آنکارا نیست، این نمیدونم تاشکن نیست، این موسکوه. چرا از این فرصت استفاده نکردن؟ اگر من میخوام به این نتیجه برسم، اگر وضع اینجوری پیدا بکنه آقای محسنی، شما نیاز به طالب ندارید، خودتون پدر خودتون رو در میارید. انصافا عدم اشتراک یک نقص بود. ما باوری من به نیست که یک قدرت بزرگی مثل روسیه وقتی که زمینه مانور برای ما فراهم میکنه ما باید استفاده بکنیم، نه تنها که این زمینه هایی که فراهم میشه بلکه خود ما به عنوان یک بازیگر باید فراهم کننده فرصت ها برای بیان وضعیت در داخل افغانستان داشته باشیم. امیدوار هستیم که این مسئله و این نقص در رفتار ما از بین بره و ما باور دارم که مذاکرات و گفتگوهایی که جریان داره این وضعیت پایان پیدا میکنه و یک صف واحد متحد و با اراده ای از مخالفان طالب ها شکل خواهد گرفت. ویان رو چطور میبینی؟ شما صحبتتون کردین یا هنوز پیش روی سخنرانی شما، یا اصلا سخنرانی گذاشتن براتون چجوریه؟ بله ما صحبت ما را انجام دادیم. در ویان وضعیت به سمت تشکل سازی و جدیت بیشتر روان است، یک گام به جلو است که ما از دل نشست های سیاسی و صرف از بیان وضعیت بریم به سمت ساختار سازی و تشکل سازی و حتی مسائلی مطرح شد که ما دولت در تبعید شجاعانه شکل بدیم و تلاش بکنیم برای شناساندن این دولت در تبعید و زمین سازی بکنیم برای در واقع تصرف ساختار سیاسی در افغانستان. والله خیلی اگر واقعا به این نقطه رسیدیم ویان یک نقطه عطف میشه، چون تو این دو سال اگر یک دولت در تبعید بود که میتونست نمایندگی بکنه از مخالفین، تمام سفارت ها رو میتونست تحویل بگیره. این دردسری که در تهران و دهلی و نمیدونم مسکو و استانبول و این وروبر پیش اومد پیش نمیومد. واقعا امید دارید این چیزی که گفتیم به نتیجه برسه؟ امیدواریم. بله ما امید به این داریم که این نیاز به شجاعت میخواید، چیزی در واقع بیشتر از شجاعت لازم نیست. حتی ما در کابل حالا اگر مشکل ساز نباشه برای دوستانی مطرح کردم که بودن شما در کابل به صلاح نیست و شما میتونستین با توجه به شناخت و وجهه و مشروعیت مردمی که دارین میتونستین یک دولتی در تبعید و آنن شکل بدین و کشورهایی که در ابتدا تلاش داشتن وضعیت موجود را در افغانستان بپذیرن، قبول بکنن، تعامل بکنن و حتی فرصت و زمینه در آستانه شناسایی رسمی طالب ها قرار گرفته بود، او فرصت و او در واقع دولتی در تبعید میتونست یک چالش اساسی فراراه طالب ها ایجاد بکنه
و دنیا را در واقع به این فهم برسانه که وضعیت طالبانی در افغانستان پذیرفتنی نیست. ما روی تر در حال کاریم و ممکن دشواری ها و خم و پیچ راه را داشته باشه و نهایت ناگزیریم ما یک شبه دولت جدی با مشارکت همه طیف های ضد طالبانی شکل بدیم و آماده در واقع تحول آفرینی و وضعیت بعد از طالبان باشیم. آقای محسنی عزیز، یک بار شما، یعنی شما منظورم همین، منم مثل شما جمع مخالفان رو برم، نه لزوما جبهه مقاومت، نه نمیدونم اون جماعتی که در آنکارا جمع شده، یه بار شما تا نزدیک توافق رفتین، حتی سر کابینه بحث رو که کی وزارت رو بگیره، من در جریان بوده، هم شکم گذاشت که بوده است قوله طالبا، اما برای همین بهشت نبوده، برای همین غذای پخته نشده، چنان جنگی شد تو اون جلسات که آقای چیزم بلند شد رفت از مسقط و رسش به آنکارا، آقای احمد ولی مسعود سفیر صاحب بلند شد رفت اونجا دید. اما نشد، یعنی سر تو فکر بکنم مثلا دعوا میکردم آقا این وزارت خونه رو، آقا کدوم وزارت خونه، کدوم وزارت، بعضی از این بچه های شما رو میبینم مثلا میگه وزیر صاحب، آقا کدوم وزیر، تموم شد، آقا کدوم خواب وزارت، کدوم دولت حرف میزنین، اینا اون موقع کلی دعواش میشد. اگر میان به این نتیجه برسه که اینها مصالحه کنن بیان و برن به سمت دولت در تعریف، اصلا مهم نیست کی بگیره، کی وزیر بشه، کی رئیس بشه، کی نیست، به خدا قسم به مهمترین اتفاق این ماجرا این که میگی امید دارم، از همین حرفایی که تو تلویزیون میزنی یا نه واقعا چیز میبینی، یک نوری میبینی؟ من یک چیز را اشاره بکنم که البته بدونی که طیف خاص را نفی بکنم و نادیده بگیرم، مسئولیت این مبارزه خطیر به دوش نسل جوان است، نسل جوانی که ریسک پذیر، شجاع است، انرژی و ظرفیت داره و برای نقش آفرینی و تحول آفرینی در افغانستان میتونه وارد میدان شوه. این مسئولیت ماست، انصافا مسئولیت نیروی جوان است که مبادا گرفتار بی انگیزگی ها و ناامیدی ها شوند و مصمم باشند برای تصرف مجدد کشورشان از چنگال طالب ها. اما در قسمت برخی از افراد گذشته متاسفانه یک اخلاق سیاسی خاصی در افغانستان شکل گرفته بود که نیروها یا جریانها بدون تاثیرگذاری در میدان یک کیش شخصیت عجیبی در واقع برای خودشان تصور داشتن. با گاهی بعضی دوستان مطرح میشه که اگر توهین‌آمیز نباشه، خب یک ویژگی خاصی کشور یا کشورهای عقب مانده است که خودشان را برتر و بالاتر و دیگرها را مجبوری بر اطاعت میدونن. این جزئی اخلاق شده بود. خب حالا هم باید زمانی بگذره تا تحول را باور کنن، تا اتفاق عظیمی که در افغانستان باور کنن، تا بپذیرن که وزارت نیست، قدرت نیست، ولایت و ریاست جمهوری و قمندانی نیست. خب اینها در اثر زمان ممکن است در و ذهن و ضمیر ادهی از افراد به وجود بیاین و این تحول مهمترین تحول است که اینها در واقع وضعیت را بپذیرن و آماده مبارزه جدید و جدیدتر شوند. هرچند که تاکید میکنم که مسئولیت جمعی است و در میان این مسئولیت جمعی، مسئولیت نسل جوان است که نقش آفرینی بکنن، تحول آفرینی بکنن و وارد در واقع معرکه شوند. گفتگوهای مفیدی را مشاهدم در جریانم که در حال انجام است و نتیجه بخش است و ما حد اقل کاری که میتونیم اختلافات را کنار بگذاریم، این مقدماتش فراهم شده و یک صف واحد مبارزه را در واقع به پیش بگیریم و آنهایی هم که وارد مبارزه نمیشن حداقل حامی جریان مبارزه باشن. ببینید آیه داری از آرزوها حرف میزنی یا اونجا یک اتفاقی افتاد؟ یعنی در حد همین تو مثلا توی مقاله شما یا توی سخنرانی فلان کس یک گپی از این موضوع گفت، یا نه دارین از یک پروژه، یک اتفاقی که ممکنه بعد از بیان دنباله داشته باشه صحبت میکنید؟ من اینو متوجه نشده. خب یک این خب نشست ها خیلی از عرف ها در نشست های رسمی در حضور دوربین و رسانه گفته نمیشه. گفتگوهای غیر از این نشست ها میان جریان های مختلف، ما دوربین و رسانه نیستیم، 300 نفر اینجا جمع شدیم، همین بچهای افغانستانی،
من میخوام ببینم اینا امیدوار باشن واقعا بیان یک اتفاقه یا نه یه چیزی مثل همه اون نشستایی که تا حالا برگزار شده. خب یک اتفاق است به این خاطر که عرض کردم در ابتدا فرصتی برای نفس کشیدن نبود، حالا در حد نشست های معتبر بزرگی مطرح میشه. جریان نشست البته غیر رسانه‌ای بود، جریان نشست و جو عمومی حاکم بر نشست که در او اقوام مختلف حضور داشتند، طیف ها و نمایندگی های مختلف حضور داشتند، برای این بود که ما یک ساختار را در واقع به وجود بیاریم. البته پیشنهاد ما این بود که ساختار موجود باید مورد توجه قرار بگیره. ساختارهای موجود مثل جبهه مقاومت است، اگر یک ائتلافی میان جبهه آزادی و جبهه مقاومت و دیگر جریان‌های سیاسی به وجود بیاید کار جریان داره و این مسیر خب بالاخره زمان بر است. مسائل سیاسی آنی نیست که امشب نتیجه بده و فردا ما نتیجهش ببینیم، یک کمی زمان نیاز است، گفتگو نیاز است، مذاکره نیاز است و بعد در سایه و در پرتو شفاف سازی و اعتماد متقابل ما میتونیم به یک وضعیت بهتر برسیم. من امیدوار هستم علی رغم وضعیت اولیه، وضعیت ما رو به بهبود است و ما مصمم برای ساختنیم، مصمم برای تشکیل یک صف واحدیم، ولو تعدادی که همکاری نکنن و این همکاری نکردن من فکر میکنم که مانعی از یک مبارزه عمومی نمیشه. اتفاقا من میخواستم بگم وقتی که اینها به هر حال همینطور زندگی خودشون رو در بس میبینن، خودشون رو مهم میبینن و حاضر نمیشن قدمی بردارن، منم بارها فکر کردم چرا خود جریان مقاومت همین جریان که شما هم دارید از جانب اونها در واقع تعلق ذهنی و عملی به اونها هست، چرا ما خودشون تلاش نمی کنن؟ حالا بیا قدمشو بردارن دیگه، مردم منتظرن و اگر گفتم این اتفاق افتاد هر کس اعلام میکرد خودشون به عنوان دولت، ببینید که آقای امرالله خان با شما داره کار میکنه که طبق مفاد قانون اساسی عملا میتونه اون آدم اعلام ریاست جمهوری کنه، سفارت خونه ها رو میتونستیم بگیریم. حیف که در حال نشد. بگذاریم از این بحث. یک نکته رو اخیراً که تایید شد، من یه مصاحبه داشتم با یکی از این شبکه های خبری فارسی زبان در خارج کشور، خارج از هر دو کشور ما، افغانستان و ایران، آقای تاجدین سروش برمی داشت تایید میکرد مصاحبه گرفت. اونجا توی یه سوالی یه چیزی رو گفت، گفت که این تذکری که امریکایی‌ها دادن به آقای مسعود که اسلحه رو زمین بذاره و اگر که نباید مسلحانش با طالبان ادامه بده، به تقابل مسلحانش ادامه بده، ما اینا رو مویت نداشته بودیم که ما اینا رو شنیده بودیم، یعنی خودم اینا رو زیاد شنیده بودم. اما وقتی ایشون هم گفت یه فکر کردم حتما انقدر جدی بوده که دروش این هم بسیده. این شما هم شنیدی؟ بنابراین حالا یه عضوی که عضو جبهه مقاومت هست میتونی اینو تایید بکنی؟ من این مسئله رو نشنیدم، ولی صحبت هایی که آقای خلیل‌زاد انجام داد بسیار صریح شفاف و واضح بود نسبت به وضعیت طالبانی که ما تعامل استخباراتی داریم، تعامل نظامی داریم با وضع طالبانی و از وضع راضی هستیم، بسیار صریح و شفاف گفت. اما خب ای اراده کشورها خب بالاخره هر طوری باشه مبتنی بر منافع است، مبتنی بر رقابت‌های منطقه‌ای است. ایالات متحده آمریکا از این به بعد برای افغانستان در واقع یک بازیگر رقابتی است، نه او کشوری اولیه‌ای که تلاش داشت یک دولت نیمبند ساخته شود و یک دموکراسی نیمبند گسترش پیدا بکنه، از او وضعیت نیست. انتظار و توقع از ایالات متحده آمریکا و از هیچ کشوری نباید به او سطح باشه، ولی تلاش ما این است که همکاری را جلب بکنیم. من باور من این است که ایالات متحده آمریکا برای ساختن یک وضع دموکراتیک در افغانستان دیگر همکاری نخواهد کرد و افغانستان را به عنوان یک دام پهن کرده برای رقیبایش که هر آن ممکن است این دام خیلی از کشورهای رقیب را گرفتار بکنه. ولی مسئولیت ماست، من بارهایی را تاکید میکنم که مسئولیت ماست، بدون اینکه کدام کشور چی میخواهد ما باید رسالت خود در قبال کشور خود انجام بدیم. و اگر ما به عنوان یک قدرت عمل کردیم، برداشتیم این است که دنبال قدرت اکثر کشورها میآیند به عنوان یک واقعیت. کشورها ترجیحات خاصی ندارن، هر جریانی، هر سازمانی، هر دولتی که توانست سلطه ایجاد بکنه قدرت ها ناچار به تعاملند، نه اینکه بخواهند، ناچار. حالا وضع طالبانی رو ببینید، خب حالا گفتن برخ مسائل خوب نیست، خیلی از کشورها از طالب ها راضی نیستن. در ظاهر ممکن است حرفای مطرح میشه، حرفای دیپلماتیک و
زیبا و قشنگ مطرح میشه، ولی در عمق مناسبات امنیتی و در سیاست های دراز مدت و بلند مدت این کشورها طالب ها جایگاهی ندارن. ما اگر بتانیم که میتونیم انشاءالله به عنوان یک قدرت، قدرت وقتی که میگیم از وحدت و انسجام و توانمندی و ابتکار بحث میشه، عمل بکنیم، کشورها ناگزیر میشن به عنوان یک واقعیت ما را بپذیرن. اراده ملت ها و در واقع جریان های مصمم هیچ قدرتی نمیتونه تغییر بده. ببین سید، تو از این یک کسی نوشته بود که چرا آدم های معمولی رو نمیارید، اینا که توی عیش و نوش هم خودشون اونجا غرقن. من اول به اون دوست بگم قربونت برم، ما که خب بیشب کلی از مخاطبین رو بالا بردیم، بعد این آدمی که اونجا نشسته در یه خانه کرایی در یه وضعی که حالا من مطلع هم و اندن ما انتخابش کردیم چون از اون طبقه ای داریم میاد که خود ما هم بهش متعلقیم. این بدونی که یه چیزی بدونین ننویسین هم بیرد. به خود اون فیلم سریال ایرانی بود، گفت همین تو گفتی، پرت کردی. بگذاریم حالا اینا محض ادخال صروفی قلب مومن. سید بزرگوار، یه ده آدم نشستن رو به روی شما دارن حرفاتون رو میشنوند و با توجه به این کنی که گفتم از طبقه اونهای نه جنرال بودی، نه معین بودی، نه سفیر صاحب بودی، نه وزیر صاحب بودی، فکر میکنم که صادق باشون و قطعا هم هستی. میشه امید داشت که به علاقه یک اتفاقاتی در راه، یک ممکنه وضعیت از این سکونی که هست و همه ما مایوس بودیم از وضعی که هست. من به شما زنگ زده بودم نتونستیم با هم صحبت بکنیم، چند بار شما زنگ زدید. حقیقتش اینه میخواستم بگم آقای محسنی، شما توی گفتگو از من یه سوال بپرس و بگو تو دوشنبه اومدی ایران بودی، وضعیت محمد چطوری میبینید؟ و من میخواستم بگم من در ایران که بودم واقعا منتظر این بودم که فروپاشی، یعنی اینه که بگه آقا تمام شد دیگه. حالا اونا که قرارگاه ها که تحتیل بیادن از کنپایی نامدن نمیدونم جبه ها عملا جبهی نیست. حالا این که شما بعد میایید یک خبرهایی میگیرید، یک آدم هایی رو میبینید، متوجه میشید، بخشی لاغل بخشی اگر به همه سوالاتون جواب داده میشه به بخشی جواب داده میشه، کمی امیدواری داره تو ایجاد میشه. به یکی از دلایلی که من مثلا برگشتم همینه، میخوام نگاه تو رو ببینم واقعا تو منتظر یک اتفاقی، یعنی فکر میکنید با اون کنفرانس ما میتونیم سال 1403 رو متفاوت از 1402 سپری کنیم؟ خب یک انتظار از یک کنفرانس صرف به نظر تا حدودی زیاده است. از یک کنفرانس ما نمیتونیم آنن توقع و انتظار داشته باشیم که تحول آفرین باشه و یک اتفاقی سالم و تحصیلی کنم. سالم بعد از اون کنفرانس هم یک مجموعه که منتهی شده به اون کنفرانس دیگه، بعد از این کنفرانس ما میتونیم این اتفاق منتظرش باشه. من شناختی که از سیاست و دستگاه حاکمه از برخی کشورهای منطقه و پیرامونی ما دارم، اطلاعات نسبی که دارم، طالب ها در دراز مدت بیشتر از 5 سال تحمل شدنی نیست. چه این که این طالب را تأمین کننده امنیت بدانیم، چه این که هر اسم و هر در واقع توصیفی از این رژیم ارائه بکنیم، این حکومت و این حاکمیت با توجه به شناختیم از افغانستان، پیچیدگی های افغانستان و پیچیدگی های پیرامون افغانستان ماندگار نیست. یک مسئله است که باور دارم و میفهمم، یعنی مطابق با فهمم است و فهمم از سیاست بلند مدت کشورهای پیرامون ما، طالب ها در واقع حالت اولیه برای خودشان باقی نماندند که خیلی از کشورها فکر میکردن با نفوذی نیمبندی پولی که در میان طالب ها دارن میتونن یک دولتی همسو و یک دولتی موتی از میان طالب ها برای خودشان شکل بدن. صریحتا روسیه هم بله، روسیه هم به این فکر بود که طالب ها به عنوان یک همپیمان ما عمل میکنه. ایران هم به همین باور بود که بالاخره طالب ها یک نیروی بدوی جنگی خشن شهر ندیده هستند، اینا مدنی میشن، آرام میشن، تغییر پذیرن. این باور در این دو کشور در واقع در حال رنگ باختن است. ازبکستان از وضع قطعا ناراحت است، اطلاعاتی که من دارم. تاجیکستان که صفش معلوم است و عملکرد ازبکستان خیلی خوبه، تا همین یه هفته پیش هیئت فرستاد و از همه کشورهای آسیای مرکزی و شاید بگیم از همه کشورهای همسایه افغانستان
تاشکند و اشقابات بیشتر از همه نزدیکن به کابل. خب این نزدیکی را همه کشورها داره. اینه ما انتظاری که از روسیه داریم، از ایران داریم. شب و روز فرق کن، فرق کن. شب و روز پاکستان و طالب دارن میزن تو سرکله هم، کجا همه این کشور نزدیکی رو دارن. اون میگه تی تی پی رو مسلح نکن، باید حمله میکنم، تورخم رو میبنده. طالب به مرز ایران حمله میکنه، اینا هشدار میدن، آب رو به ما برگردید. اما به ازبکستان رسمان داره نرد عشق میبازه، گفت طالب ها فرصت هم. خب ای نه باور من که فرصت نمیدونن. البته ممکن است این مسائل برای آرام کردن طالب ها مطرح شود، ولی در کلیتش همینطور که طالب ها برای ایران است، در حالی که همکاری داره، تنش داره، بگومگو دارن و در این حال روابط دارن، ازبکستان هم در نگاه کلان طالب ها را برای خودشون پذیرفتنی نمیدونن. ولی هیچ کشوری به تنهایی باور من است که عمل نمیکنن نسبت به افغانستان. یک وضع پیچیده است. خب حالا یک ادعای یا یک فکری وجود داره که اگر یک کشوری پیش شود نسبت به وضعیت طالبانی در افغانستان، آمریکایی‌ها ممکن است ورود پیدا بکنن، طالب‌ها را تسلیح بکنن، تجهیز بکنن. این احتیاط در انظار دستگاه‌های امنیتی کشورها وجود دارد. اما در قسمت پاکستان من... این احتیاط جدیه. این احتیاط تا حدود جدی است. اگر تا هنوز طالب‌ها تحمل شده، من فکر می‌کنم که یکی از احتیاط‌های اساسی که کشورها نسبت به طالب‌ها دارن همین است. خب روسیه اون طرف مشغله جدی در شرق اروپا داره، ایران هم با توجه به وضعیت خاورمیانه اینا مصروفیت‌های جدی داره. هنوز اینها از این گرفتاری‌هایشون فارغ نشدن تا به وضعیت افغانستان با جدیت ورود پیدا بکنن. حل مسئله غزه، حل مسئله اوکراین و همین طور مسائل در خاورمیانه میتونه انرژی و پتانسیل دو کشور را در واقع رها بکنه و بره به طرف افغانستان. در نهایت وضعیت طالبانی برای این دو کشور به فهم و باور من پذیرفتنی نیست. یا تحمیل میکنن روی طالبها یک ساختار مشترک را، و یا اینکه برای اینها با توجه به تجربیات عظیمی که در خاورمیانه دارن، براندازی طالبها کار دشواری نیست. برگردیم یک سکسک کوچک به قول مشهدی ها بکنیم. سوال قبلی بحث این بود که آیا امریکا هشدار رسمی داده به جبهه مقاومت که آقا تقابل مسلحانه را زمین بگذارید و ازش دور بشید یا نه؟ همینطور که گفتی علنا اینها گفتن، خیلی از سناتوراشون گفتن، اما اینکه مثلا تقاضای رسمی کرده باشن از جبهه مقاومت رو من اون شب توی مصاحبه آقای سروش از چانس میدم. اما اگر امریکا این کار کرده باشه، احساس نمی کنیم در عمل و میتونیم رسما بگیم داره به تقابل با جبهه مقاومت میرسه؟ چرا؟ ببینید اینها در سوریه دارن سلاح میدن، امکانات میدن به یک عده‌ای که دارن تقابل مسلحانه میکنن با یک دولت مشروع، یک دولتی که سازمان ملل به رسمیت میشناسن. حالا خوبه بده، حافظ اسد جلاده، پسرش نمیدونم جنایتکار، اینا رو کار نداریم، داریم باید نمیخوام بحث بکنیم، بحث یه چیز دیگه است. سازمان ملل اینو به رسمیت میشناسه که آقای ربانی رو به رسمیت میشناسه با وجودی که 10% خاک دستش بود. خب اون کشور دولت رو سازمان ملل به رسمیت میشناسه، امریکا داره سلاح میده، خودش هم اونجا هست، هی مجبورشون رو درمان میکنه نمیدونم. اما به شما که دارید میجنگید برای اینکه یهو 45 تا دختر رو طالب بلند نکنه توی مزار شریف ببره تو امروز ناپدید باشه، حق کار کردن زنها رو ازشون نگیره، اینطور نباشه که تا زن برای رفتن به حمام عمومی هم الان نمیتونه، به حمام عمومی زنها رو تعطیل کردن، تحصیل دخترها رو تعطیل کردن، بلایی که سر اهل تشیع دارن میارن از حزب عاشورا، از تقویم نمیدونم جلوگیری از دست چارسی، اینا رو اصلا واردش نمیکنم. کوچهای اجباری پشتونای جنوب خط دیورند دارن میبرن اطراف کانال گوشتاپه، اینا همه رو ولش کن. این حقوق بشر که اینا میگن، چرا این رسما داره برعکس کار میکنه؟ یه دولت مشروع سلاح میده به مخالفش که بجنگ خودش اونجاست. شما که دارید با یک دولتی در واقع دولت کی همون با یک گروهی میجنگید که مدعی دولت و هیچ کس در دنیا اینو به رسمیت نمیشناسه، به شما میگه اصلا تو زمین بگذار، عملا جبهه مقاومت به تقابل با آمریکا نرسیده. بعد از قرارداد دوحه آمریکایی‌ها عملا همپیمان طالب هاست. در او قرارداد اگر ملاحظه فرموده باشین به عنوان دولت، هرچند با لفظ گفته که ما امارت اسلامی به رسمیت نمیشناسیم، ولی در عمل هم پیمانی دارن. دو تا کمیته در اوز، یک کمیته نظامیان است برای نظارت به وضع نظامی که بحث خروج مطرح بود، و یک کمیته استخباراتی است
که اینها همپیمانان استخباراتی هستند که وضعیت افرادگرایی و تروریسم بین الملل و مسائل القاعده را به صورت دوامدار نظارت میکنند و کار میکنند. این چیزی مخفی نیست، این کشفی نیست که ما انجام داده باشیم، در همین قرارداد وجود داره و در همون اوائل حکم روایی طالب ها سخنگویان و فرماندهان ارشد طالب ها به صراحت میگفتند که کمیته تماس کار خود را انجام میده. آمریکایی ها هم به این اشاره میکردن، طالب ها هم به این اشاره میکردن، چون در واقع جنبه تبلیغاتی منفی برای طالب ها برمغان داشت، از اظهار دیگه خودداری کردن و رفتن به سمت جست های ضد آمریکایی. برداشت نه که از قرارداد دوحه به طرف طالب ها عملا همپیمان جدی و همکار آمریکایی ها هم در ابعاد استخباراتی که احتمالا اطلاعات منطقه و کشورهای پیرامون به آمریکایی ها بده و هم در بحث القاعده همکار هستند. ای که کشورهای دیگری از نفوذ نظامیشان در واقع دلخوش میکنن که ما در بین طالب ها در واقع نفوذ داریم، طالب ها این است یا آن است، خب اینها نفوذهای نظامی مبتنی بر رشوه است. یک چیزی بسیار با اگر با صراحت بگوییم، نفوذ رشوه یک نفوذ پایدار نیست، یک نفوذی است که هر آن ممکن است تغییر جهت بده، کما اینکه نفوذ زدایی جدی در میان طالب ها در او بخشی که ایرانی ها نفوذ داشتن، روس ها نفوذ داشتن انجام یافته و اینها عملا افراد بی صلاحیتی هستند، به صورت مهمان در درون طالب ها کار میکنند. بخش آمریکایی طالب ها یک بخش قدرتمندی است، مسلط است، سلطه داره. شما در بحث ایمان الظواهری دیدیم که همکاری جدی بود، در واقع طالب ها کتمان کردن، ولی آقای خلیلزاد گفت که همکاری اتفاق افتاده که ما ایمان الظواهری را در واقع نابود کردیم. برداشت من ایست که در واقع طالب ها به عنوان یک همپیمان که بارها اذعان کردن، تاکید کردن با وظیفه خودشان که در قرارداد دوحه پیش بینی شده خوب عمل کردن و اعتماد آمریکایی ها را جلب کردن، ولی در واقع وضعیت هنوز برای آمریکایی ها چیزی که عرض کردم به عنوان یک دام پهن است. نه طالب اهمیت داره، نه مخالف طالب اهمیت داره و نه کشورهای پیرامون. اگر ممکن باشه آن چیزی که پیش بینی میشه البته اتفاق حتما نخواهد افتاد، ولی پیش بینی است که به عنوان یک کانون آشوب در این منطقه مطرح باشه. ولی اینکه مخالف جبهه مقاومت است، وقتی که آمریکایی ها حکومتی مورد حمایت خودشان را، حکومتی که با او قرارداد استراتژیک داشت، پیمان امنیتی داشت، در قرارداد دوحه نادیده میگیره و عملا نظارگر فروپاشی حکومت است، پس جبهه مقاومت و نیروهای مخالف و آزادی خواه و آزادی طلب افغانستان حسابشان را باید روشن داشته باشند. ما نمیخوایم که شعار ضدیت با شرق و غرب و آمریکا داشته باشیم، ولی نسبت به کار ما، نسبت به راه ما و نسبت به مبارزه ما، ما باید حساب خود را داشته باشیم. و مسئله دوم ایست که ما با قدرت‌های منطقه در آینده می‌خوایم زندگی داشته باشیم، نیاز ما ایست که یک تعامل جدی، یک دیپلماسی قوی توأمی با جلب اعتماد متقابل در پیرامون کشورهای منطقه به وجود بیاید. صرف اتکایی به این که آمریکایی‌ها چی میگن یا چی نمیگن، وقتی که با او دولتی که پیمان امنیتی داشت چنین برخورد شد، طبیعی است که ما را نسبت به خودشان آمریکایی ها به مراتب بیگانه تر میدانند. اینو از این جهت پرسیدم سید، یک اخبار تایید نشده هست که آمریکایی ها پایگاه های مخفی دارن، از تاکید میکنم اخبار تایید نشده، یعنی مترادف پیش میشه سایه برای دوستانی که باز پروان دیگه اینو گفتیم ندیدونم که آمریکایی‌ها در بعضی از مناطق کرد پایگاه‌هایی رو حفظ کردن، از جمله مثلا شینگند رو میگن، و اینکه برخی از گروه‌های جدایی طلب ایرانی مثل جندالله و سازمان منافقین و اینها میتونن درخت آمد داشته باشن، و همین چند تا انتحاری که اومد و اینها با مدیریت اونجا معبر اونجا انجام میشه، و این ذهن آدم میبره سمت اینکه مثل این لکه که در جغرافی های سوریه در امریکاست، اگر در افغانستان هم این اتفاق بیفته و طالب راه بوده حالا یا علنی یا غیر علنی، اون موقع همینطور که گفتم خب به تقابل میرسه جبهه مقاومت، در واقع ممکنه در جاهایی اصلا چهره به چهره بشن. اما چون به هر حال سوال مبتنی بر یک خبر تایید نشده است ازش عبور میکنیم. اخیراً بهتر از من اخبار رو دنبال میکنی، حتما مطلعه یک صحبتی کردی دوستان
مجموعی به نام تبیان در باره وضعیت شهر کابل و متخصا از دست دشت بچه ایشان حرف زد در دوره جمهوریت و در حالت پیلی. برای اینکه حس من این بود در واقع نشان بدن که چقدر امارت کار کرده بود به تعبیر ایشان زحمت کشیده بود، اینها گفتن اون موقع مثلا فلان تعداد روسپیخانه بوده در کابل، این تعدادش در غرب کابل بوده و این تعداد در کل کابل بوده و حالا نیست. مثلا این آمارگیری چطوری انجام شده حالا من نمیدونم، چون یکم روش تحقیق بلدم نمیدونم چطور آدم بتونه این کار رو بکنه. خیلی این موضوع جنجال به پا کرد. من معمولا وارد این موضوعات نمیشم چون موضوعاتیه که کار رو و ذهنیت افراد رو از هدف اصلی که اختلاف با طالب هست و در واقع به پایان رسیدن پروژه هست دور میکنه. اما چون خیلی در گرفت بودن، یکی دیگه احساس بهانت کردن، یکی دیگه معتقدن موضوع دلایل دیگری داره. دلم میخواد شما یه تبصره‌ای بکنید، بعد من خودم هم حالا در ادامه باهاتون در بحث شریک میشم، نظرم میگم. بفرمایید. خب من نسبت به این آمار باور ندارم که این آمار چطور به دست آمده. یک مسئله احتمال زیاد و احتمال قطعی این آمار نادرست است. در زیر پوست هر جامعه مسائل مطرح است که او در واقع با آمارگیری ها هم برآورد نمیشه، اما در کلیتش ما وقتی که به ناموس خود، به ننگ خود، به خانواده خود پابندیم، تعهد داریم و حیثیت خانواده با توجه به جامعه سنتی افغانستان که به او احساس تعلق داریم، وفاداری داریم، اگر نارسایی هم اتفاق بیفته معمول ایست، اخلاق هم ای رو حکم میکنه که ما این مسائل دامن نزنیم که چون این مسائلی مطرح بوده. بر فرضی که اگر یک موردی یا مواردی از نارسایی اخلاقی در یک اجتماعی بوده باشه، برای اینکه حیثیت یک جامعه لطمه نمیبینه، حیثیت یک مردم در واقع با توجه به وضعیت حاکم در افغانستان مورد سوال قرار نگیره، طرح مسائل به نظر من جالب نبود. نه تنها جالب نبود که در واقع به نوعی محاسبه بیان این مسئله را نکرده بودن، ناشی از در واقع یک پرش یک حرفی که از دهن یکی بیرون میشه. تبعات این حرف برای مردم ما سنگین است، اتهام وارد میشه با توجه به او گروه های متعدد افراطی، با توجه به کفر پنداری مردم ما این مسئله نادرست بود. ولی ضرورت بود که، باور من است که آمار قطعا غلط است، ضرورت بود که باید اذعان میشد که ما به اشتباه دست به این آمار در واقع یافتیم، این آمار غلط بوده. یک پوزش خواهی اگر میشد وضعیت را هم آرام میکرد و هم یک اتهام سنگین از سر مردم ما دور میکرد. برداشت من است که خب بالاخره اگر ما طرفداری میکنیم، همسویی داریم، اینا حق هر کسی است که میتونه همسویی همکاری بکنه، ولی نه با ریسک و خطری متوجه حیثیت جمعی یک مردم. سید، یک نکته رو بگم شاید خیلی برای شما آشنا باشه و اون اینه که من یه شب کلاب هاوس توی گروهی بودم. اونجا فضا باز و هر کسی میاد حرفش میدونه از برانداز و حزب اللهی و نمیدونم حزب اللهی و سوریه و شانتله و همه شون که همیشن اینجا تو سرکرده هم میزنم. یه بحثی شد اون توی استیج بین یک خانم که خبرنگار مشهوری هم هست، اگر نام ببرم همه شاید بخش اعظمی از مخاطبای ما بشناسن، شما میشناسید یقین دارم. اون خانم عصبانی شده بود و هی داشت در یک موضوع تکرار میکرد این کسی دیگه که البته خیلی منطقی با خیلی تعجب، چون معمولا این طرف خیلی با منطق حرف نمیزد، خیلی منطقی داشت دفاع میکرد و اون نمیتونست جواب بده. از آخر یهو داغ کرد، گفت آقا من میخوام جمهوری اسلامی بره، اینا بنا فرام میکنن، شروع کرد داد زدن اون خانم. بعد این یکی دیگه گفت خیلی خوب بره، ولی به بعدش هم باید فکر بکنه که چه اتفاقی میفته، در باره اون حرف بزنیم که آیا ممکنه اوضاع چی بشه، آیا به همین وضع میمونه یا ممکنه که بدتر از اینم بشه. بعد اون یه جمله ای گفت که اصلا توی ذهن من حک شد، ترسون منو، گفت جمهوری اسلامی برود بمب اتم بیاد جاش. این نگاه در مخالفت حالا اومده تو کشور شما، برای بعضیا در موافقت تجلی پیدا کرده.
یعنی یه نفر میخواد مثلا حال بده، من لغت چاپلوسی استفاده نمی کنم، یه نفر میخواد حال بده به امارت، به قول تو نظرشونه، محترم هم هست، ما مکلسیت هستیم، نظرش داریم، یا به هر دلیل دیگری که ممکن حتی نظرش هم نباشه ولی داره اینو میگه، اما دیگه اینقدر افراط میکنه چون بار اول نبود. آقای محسنی عزیز، من این تبصره رو زدم تا در ادامه ازت بپرسم با همچین آدمای باید چیکار کرد؟ واقعا چطور باید باشون تعامل کرد؟ چطور باید باشون گفتگو کرد؟ این رفتار اتفاق میفته، انبوهی از مردمی که همین الان تحت ستم اون اماراتی هستن که ایشان معتقد صاحب این معجزه است و اونها میبینن این خبر رو. نمیدونم اون مردم الان باید با یک عذرخواهی تمام بکنن یا نه، نمیدونم اصلا. من که کاری نیستم و نمیخوام نظریم بدم. بحث من اینه که با این آدم ها باید چی کار کرد، چه توصیه بهشون کرد، یا به مردم توصیه کرد در قبال اونها چه رفتاری داشته باشن. خب حاکمیت طالبانی ماهیتش، وضعیتش بسیار مبرهن و روشن و معرفی شده است. یعنی چه رژیمی است، چه خاصیتی است، چه افرادی است. وقتی کسی بخواد از این رژیم و از این وضعیت دفاع بکنه، خب چون این دفاعی من فکر نکنم که بهتر شوه. یعنی یک دفاعی است که مطابق با ماهیت طالبانی است. متاسفانه دیگه طالب چون چیزی برای دفاع نداره، اگر بخواد دفاع بکنه یک وضع فرمای شما که از حالت عبوری به بمب اتم میرسونه. بیان برسیم به مهاجرین. شما خودت در مشهد هستی، دارید لمس میکنی با گوش و پوست و خونت وضعیت که مهاجرین دارن در ایران. متاسفانه یک بخش هایی هم در داخل و در بیرون از ایران عدتمند دارن به این که تکیم اخبار بد دامن میزنن، سعی میکنن این موضوعات را از مرحله فضای مجازی بنن، از مرحله کلام به مرحله عمل برسونن و یک باشون ایجاد بکنن. نمیدونم این خبرهای این روزهای ایران رو میشنوید. خب قبلا یه بار اوج پیدا کرد، باز پروتست کرد، الان دوباره داره تشدید میشه. اول ذهنیت خودتو بگو، یه تحلیلی داری برای بده تا در ادامه وارد بحث بشیم، چون فکر میکنم بحث مفصل یه وقت زیاد میگیره. یه نیم ساعت دیگه ما وقت داریم، فکر کنم باید بذاریم سر هم دیگه برسیم. خب هر مردم و ملتی که در بیکشوری و آبارگی به سر ببره وضعیت مطلوبی در بیرون از مرزهایش نداره، با یک دیدی متفاوت نگرسته میشه. ولی ایران چالش های خودش را داره. ایران یک کشور، شما بهتر میدونه آقای جعفریان، که کشوری مهاجر پذیر نیست. چه سطح اقتصادش، چه سطح بازار کارش و چه وضعیت عمومیش آمادگی پذیرش این حجم از مهاجرت را نداره و نداشت. به همین اساس است که ما میبینیم که در یک بی‌برنامگی مسئولان به سر میبره، نمیتونن این وضعیت را کنترل بکنن و مدیریت بکنن. اما در عین حال خب ایران هم فرهنگ ماست، هم زبان ماست، خیلی از مشترکات جدی فرهنگی چه در سبک زندگی، چه در رویه و زندگی اجتماعی با هم داریم. وقتی که حجم چند میلیونی از مهاجرت اتفاق میفته، طبیعی است که در این بین جرمی اتفاق میفته، ایرانی جرم کنه یا اهل افغانستان جرم بکنه، این اتفاقات طبیعی است. مسئله جرم و اتفاقات جرمی مخصوص ایران و افغانستان هم نیست، در سراسر دنیا اتفاقات میفته و این را باید فردی و موردی ببینیم. این یک مسئله است. مسئله دوم یک چیزی را که متاسفانه او نمیفهمم سیاست است، استراتژی است و یک راهبرد است، یک مسئله ناکام و بی‌نتیجه و ایجاد کننده عقده و نفرت افغانی بگیر است. این مسئله متاسفانه راه حل برای مسئله مهاجرت نیست که اینها از سر کار و از بازار و از خیابان با روش متاسفانه تندتری بازداشت شود به شکل مجرم و بعد با هزینه خودش طرد مرز شود. این یک مسئله بسیار دنبله‌دار است. حدود 30 سال، بیشتر از 30 سال است که این مسئله وجود داره و مسئله را حل هم نکرده و نسبت به جمهوری اسلامی ایران بدبینی خلق کرده، نفرت خلق کرده و این دو ملت را دور می سازه. این با باور من یک راه حل دائمی نیست. باید یک
تجدید نظر جدی در این مسئله صورت بگیره، یک مسئله که در نشست باید چی کار کنه؟ به تو نظر به عنوان یه آدمی که از بیرون هم این موضوع دیدی، انجام بودی قبلا، حالا اومدی داری لمس میکنی، باید چی کار کنه؟ الان تو به عنوان یه مهاجری که قبل و بعد رو دیدی، الان هم که در وسط گودی، پیشنهاد خودت چیه؟ رای حلش به تعبیری که یک دانشمند تاجیکی مطرح کرد، باید ریشه در ریشه حل شوه این مسئله. در افغانستان این بنیاد باید حل شوه و ایران میتونه در نسبت به این وضعیت کمک کنه. و این رای حلش ایست که در تغییر سیاسی و رژیم برای ما ایرانی ها کمک کنن و این ریسک را بپذیرن و شجاعانه بپذیرن، توانمندیش هم دارن، ظرفیتش هم دارن و مسئله مهاجرت دائمی حل شوه. ای که از مرز گرفتار شوه، از سر کوچه و خیابان گرفتار شوه، برمیگرده. ما شاهدم که سر خوردیم به افرادی که 4 بار، بیشتر از 4 بار رد مرز شده و دوباره برگشته و این هزینه به جیب قاچاقچیان انسان میره و مسیرهای غیر قانونی و باندهای بیشتری را ایجاد میکنه که از او ممکن است مورد سوء استفاده و تبادل تروریسم و مواد مخدر و اینا هم استفاده شده. رای حل دائمی است که با وضع کلان و وضعیت کلان سیاسی در افغانستان باید کمک شود. وضعیت طالبانی مسئله مهاجرت را بیشتر دامن میزنه. نه تنها بحث بیکاری مگر در افغانستان حل شود، دلتنگی و افسردگی مردم را وادار به مهاجرت میکنه. مهاجرت امروز بخشش اگر از بیکاری و ناداری و بیچارگی باشه، بخشی از این مهاجرت از سر وضعیت طالبانی در افغانستان است که مردم نمیخواهند حتی یک روزن در زیر حاکمیت باقی بمانند. خیلی ها گرفتار افسردگی هستند، خیلی ها گرفتار مشکلات روحی شده در افغانستان، خیلی ها دچار امراض روحی هستند، پریشانی گرفتار مردم شده و جمهوری اسلامی ایران توقع میره به عنوان یک قدرت منطقه‌ای بزرگ، یک کشور نسبتاً ثروتمند و یک کشور همزبان و همسو با ما که ناچار است با ما به سر ببره، ناگزیر است، ما جدایی نداریم. ولو این که دو کشور و دو ملت پنداشته شوه، چون همسایه ایم، تبعات داخلی کشورها روی هم اثر میگذاره. برای حل مسئله دائمی در افغانستان کمک بکنه که هیچ شهروند افغانستان نخواهد کشورشان را ترک بکنه. مردم کشورشان را دوست دارن و هیچ جایی هم وطن نمیشه، ولو که با بالاترین امکانات هم باشه. وطن شیرین است، لذت داره، آزادی عمل برای انسان داره و او آزادی که انسان در وطن خود، در زادگاه خود، در قریه و شهر خود احساس میکنه، در هیچ جای عالم احساس نمیکنه. نکته مهمی رو گفتیم از این واژه ناگزیر، این در هر دو طرف وجود داره و هر دو بسیار دقیقه. اون طرف هم همین نسیه، یعنی اونا هم ناگزیرن. من یه دوستی دارم که سمتی هم داشته دوره آقای کرده آقای کنی، میدونی من بیشتری دوستان رفاقت و قدیمی دارم، برای موقعند رئیس جمهور این توی الازهر تحصیل کرده بود با جیب خودش، میگفت من اندیشه های افراطی داشتم و خیلی برام جذاب بود اون چیزی که در الازهر ارائه میشد، تا میگو یه بار با یکی رو صحبت میکردم، خیلی ما رو چیز کرد که آره این سیاه های این فلان و این ایرانی های این فلان تا حرف میزن. میگه من به من گفت میشناسی اینا رو؟ میگه من گفتم آره، ما همسایه بودن، من ما باشم همزبانی. توی تو زبان ایرانی هست؟ میگه گفتم آره. میگه از اون روز به بعد دیگه دست میزد به من، میرفت میتوست دستش رو به من، میگه مجوز. در ادامه بعد توضیح میداد که این نگاه نه که فقط در طبقات پایینه، آقا اون جماعت بفهمد که آقا تو فرهنگ با یکیه، تو مجوز تلقی میشی. یکی از دلایل ترور احمد شاه مسعود به نظر من دلیلش همین بود که اونها نگران این همگونی این آدم با فرهنگ ایرانی بودن و وحشت از این داشتن که اگر فردا قدرت رو قبضه بکنه خود شاید مشکلات در اینها پدید بیاد. از سمت دیگر این تکلیف اعراب، از سمت دیگر غربی ها، خب این ها نشون دادن 250 خورده ساله که رسمن جایی به نام افغانستان با این جغرافی های سیاسی تشکیل شده، همیشه خلاصه از یک قوم تونستن معامله بکنن و قدرت برسن و این دفعه با وجود همه زحماتی که
کشیده شد. من و شما که دیگه میدونین در هر دو دوره لااقل آقای دکتر عبدالله رای بالای 50% بود و نکشتن رکوندن تزور اون مکالمه یادت هست گفت گوسفندار ببر به کوه چاق کن اونا رو برگردون بیاد. خب نمیذارن، باز نمیذارن شما به قدرت برسید. بعد اون آقا میگه بابا اینا باید بفهمن اگر بده، اگر خوب، به این ایران مثل بابای توه، مثل ننه، ننه رو که نمیشه عوض کرد، که بابا رو نمیشه عوض کرد، که همینه. از یه طرف ما آدمایی که این موضوع رو میفهمیم، دوستان ایرانی که ایسو هستن، باید تلاش بکنیم که حاکمیت متوجه این حوزه تمدنی بشود و درک درستی از ماجرا افغانستان پیدا بکنه، رابطش رو تصحیح بکنه، روی اقوامی که دشمن این حوزه تمدنی هستن سرمایه گذاری نکنه، اجازه نده اینها رو ریشه‌کن بکنن، اونها به اقوام مختلف و از کشورهای دیگه بیارن توی زمینهای اونها سکنا بدن، یا اینکه دهکده‌هایی رو از اساس وادار کنن که کوچ بکنن. ما این طرف تلاش رو خودمون رو بکنیم، شما اون طرف. اون این اتفاق افتاده آقای سید بزرگ. ما الان که اینجا بعضی وقتا میریم دفاع میکنیم، میگیم مثلا چرا اینجوری میشه، این رفتار اینطوری. یکی از حرفای اصلی اینا میدونی که میگن آقا ما امتحان کردیم، ما تمام جمهوری اسلامی رو آوردیم پشت سر اینها، مثلث تهران، دهلی، مسکو، دار و ندارش رو حاج قاسم آورد گذاشت پشت سر اینها. خب اینا به قدرت رسیدن، معاون رئیس جمهور شدن، آقای فهیم، آقای صالح، آقای خلیلی، نمیدونم اینا به قدرت رسیدن و هیچ کدوم اصلا وحشت داشتن به ایران سفر بکنن، گفتن آقا با مهر میکره، ویزا ایران میکره، بعد نمیتونه آمریکا نمیتونه. نماینده های پارلمانی که یکی شما دید توی تلویزیون با هم مناظره میکرد، این بی‌انصاف تحصیلاتش رو توی ایران کرده بود، هر دانش آموز برحال بدوارد این بحث نمیخوام بشم، با وجود این انگار یک وظیفه میدونستیم. من میخوام بگم آقا اگر ما میگیم این کارو نکنیم، به این معنی نیست که میخوایم از این سیاست این دولت یا خود این دولت حمایت بکنیم. آقا شما ناچاری، همینطور که آقای محسن گفت، ناگزیری، راه غیر از این نیست. اعراب رو امتحان کردیم شما قبلا، غرب رو امتحان کردیم، دیدیم که امریکا چه بلایی سرتون آورد. همین خیلی نکته‌ای بود که منو به طور بهجت کرد، دلم خواست که مطرح بکنم. حالا دو سه تا سوال از سوالایی که دوستان فرستادن میخونم براتون اگر وقت بود. من یک نکته کوتاه را اشاره بکنم در این قسمت. بفرمایید. یک بحث مناسبات سیاسی میان سیاسیون و جمهوری اسلامی ایران است که در این قسمت من با شما هم نظرم. انصافا ما در عرصه مناسبات سیاسی باختیم. در بدترین و سختترین شرایط جمهوری اسلامی ایران سخاوتمندانه در کنار ما ایستاد، در دوره دشوار و سخت مقاومت، چه از پذیرش مهاجرین، چه از کمک های در واقع بشری و چه از کمک های تسلیحاتی، و ما در واقع نتانستیم در سطح مناسبات سیاسی اهمیت قدرت را بفهمیم و برای حفظ قدرت در واقع راهکار منطقی داشته باشیم. البته شرایط بین المللی و حضور سنگین نیروهای خارجی یکی از مشکلات و چالش هایی بود. ولی در یک بعد دیگر وقتی که میبینید یک انسان از افغانستان، از ترکیه، اروپا و از هر جایی که از دپورت میشن، اخراج میشن، اینها هیچ وقت دل نمیزنن، ناراحتی نمیکنن. ولی که وقتی از ایران دپورت میشن، اینا عقده میکنن. این عقدهشون ناشی از توقع است که ما یکییم، ما یک در واقع یک مردمیم، این کشور در واقع پشتوانه ماست، چرا با ما چنین برخورد میشه؟ این توقعات را نمیشه با گفتمان و با گفتگو حل کرد که مردم را قانع ساخت که شما از ایران ناراحتی نکنید، اینا حق داره، مسائل حکومتی است، حاکمیتی است، مسائل های بحث تابعیت و حضور غیر قانونی است، اینها برای عموم مردم قابل درک نیست. انصافا توقع عجیبی داره. یعنی من به عنوان یک شهروند افغانستان این را با تمام وجود درک میکنم که هر شهروند افغانستان توقع همزبانی، توقع در واقع او حوزه فرهنگی مشترکی که از ایران دارن، به همین خاطر راحت ناراحت میشن، زود ناراحت میشن. ولی از یک کشوری دوردست دیگری که اینها با خشنترین روش هم دپورت میشن، ناراحتی نمیکنن. توقعشون نیست که بالاخره یک کشوری دوردست و بیگانه است با ما تراهمی ندارن. از ایران این توقعات، توقعات انصافا فرهنگی است، دینی است، مذهبی است، تمدنی است، که امیدوار هستیم این مشکلات حل شود. هرچند در بحث مهاجرت غیرقانونی تا حدودی در واقع مسائل امنیتی اینا هم لحاظ میشه و اینا
نباید نادیده بگیریم. یه دوستی پرسیده که از آقای مومنی بپرسید، از آقای محسنی بپرسید نظر به این که گفتن با مقاومت همکاری میکنن، جبهه ملی مقاومت افغانستان. گفتن بسیم سوال بکنه های نسبت به گذشته چیزی در جبهه تغییر کرده؟ بکنم نظر بحثش کنم این بوده که سوال احتمالا این بوده که آیا ما در آستانه تغییراتی هستیم در جبهه؟ ما خب از لحاظ احساسی و عاطفی هم خب یک نوع احساس تعلقی هست، ولی تماس و ارتباطی که با آقای احمد مسعود دارم، تعهدی در او میبینم، ارادهی در او میبینم، هرچند نارسایی ها و مشکلاتی در جبهه در کلیتش وجود داره، ولی همین تعهد و همین احساسی مسئولیت مشترک باعث میشه که ما باید و مکلفیم که مسائل خرد و نادیده نادیده بگیریم، بگذاریم و مشترکاً کار بکنیم. یه دوست دیگه سوال کردن، گفتن از آقای محسنی بپرسید در تعیین سادات به عنوان یک قوم در افغانستان ایشان هم آیا نقش داشته؟ اگر داشته توضیح بده، اگر نداشته بگه نظرش. من در او وقت در کابل نبودم که این مسائل مطرح شد، در ایران بودم و عملا در او جریاناتی که در کابل فعال بودن حضور نداشتم. گفتن ازشون خواهش بکنید که در مدتی که در حاکمیت طالبان بودن و این چند شب و روزی که زندان بودن این خاطره ای دارن که جذاب نقل کنید. متوجه نشدم. گفتن از مدتی که در حاکمیت طالبان زندگی کردن و این چند شب و روزی که در زندان اونها بودن اگر خاطره جذابی دارن بگن. خب زندان خاطره جذابی نداره، یک دلتنگی است، یک ناراحتی است و یک اضطراب داره، اضطرابی که ما با او گرفت. من لغت رو تصحیح میکنم، خاطره شنیدنی در واقع منظورش بوده قطعا. نه، موضوعی خاصی مطرح نبود، یک مسئله که وجود داشت. او بحث تلاش طالب ها در جذب ما به عنوان همکار بود و یک تعبیر بسیار جالب داشتن. بله بله، تقریبا حدود 12 ساعت از شبانه روز تمرکز و تلاش اینهایی بود که ما به ساختار امارت جذب شوم. هر امکاناتی میخوایی، هر چیزی میخوایی، ما باید سمت پیشنهاد کردن؟ سمت نه، ولی تقاضای همکاری داشتن. پاسخ ما این بود که ما نمیتانم این گذشته ایره که ما در واقع پشت سر گذاشتیم اصلاح بکنم، به هیچ عنوان ما در تریبیون حاضر نمیشم که بگویم ما از این وضع پشیمان هستم و از حرفای خود پس میگیرم. حتی تا آخر عمرم اگر در این سلول زندان باقی بمانم من این کار را نمیتونم. به هر حال فشار عمومی بر طالب ها بسیار بالا بود و طالب ها نگرانی از تظاهرات بودند که این تظاهرات ممکن است، خب هنوز هم این نگرانی را دارن، ممکن است به یک عرف و رویه تبدیل شود و بعداً به هر مسئله سیاسی یک تظاهرات را بیفتن، ناچار شدن زودتر از موعدی که در نظر داشتن، البته یک ماه برای ما در نظر داشتن که ما اونجا باقی بمانیم، اینا زودتر از موعد در واقع آزاد کردن ما. همیشه برای خودم با توجه به اینکه منم شبیه خودت علاقه دارم به موضوعات افغانستان آنالیز میکنم، تحقیق میکنم، در گفتگوهایی که انجام میدم این وقت پیش میاد که بعد که تمام میشه با خودم فکر میکنم میگم کاش نمیتی این سآل رو میپرسید، کاش این رو میگفتم. برای بعضی از موضوعات خودم آماده کردم، مطالعه کردم، خبرها رو جمع کردم، بعد هیچی پرسیده نمیشه. نکاتی اگر بوده که دلخواهت بوده تر میشه، اما توی بحث ما نیومد. 10 دقیقه ای وقت آزاد داریم، بفرمایید، در اختیار شماست. چیزی به ذهن ندارم فعلا آقای جعفریان. زنده باشید. من یک سوالی بود گذاشته بودم یه شبی که اگر مهمان ما از یک قوم خاصی بود بپرسم، ولی بعد فکر کردم هر مهمانی که آمد ما این سوال ازش بپرسیم. حالا سوال پایانی شما رو اینو مطرح می‌کنم، اگر دلخواهید بود وارد بحث بشه، نخواستیم باز می‌ذاریم شبای بعد دیگران بپرسیم. من یک نکته برام پیش اومده، یک چیزی فکر منو مشغول کرده، نگرانم کرده. نمی‌دونم شما اخبار آفریقا رو دنبال می‌کردید؟ شاید یک دهه پیش یک اتفاقاتی در یک کشور کوچیک در اونجا به نام بوروندی، اگر اشتباه نکنم، رخ داد که 2 تا قبیله هوتو و توتسی به جان هم افتادن. اون قبیله اقلیت حاکم بود و بعد یهو ظاهراً مثلا بین 15 تا 20 درصد جمعیت کشور رو نمیدونم توکسیا یا توتویا تشکیل میدن و اونا حاکم بودن.
یه روز یهو شایعه کردن گفتن که مثلا به یه دختر 12 ساله مثلا کوچی یا تجاوز کردن یا برعکسش، یهو مردم ریختن به جان هم دیگه و کشتاری کردن این قوم از اون قوم که اصلا بشریت همچین چیزی تا حالا توی اون منطقه به خودش ندیده بود. آقای محسنی، روشنفکرهای قوم غالب، قوم حاکم که میفهمن این حاکمیت طالبان حکومت افراطی دینی نیست، این یک حاکمیت شوونیستی و قوم پرستی رسمی است. این قرآن نیست که اونها بر اساس دارن حاکمیت میکنن، این پختونوالی که بر اساسش دارن اینها حاکمیتشون رو درست کردن. اینها از این وحشت ندارن که فردا اگر تقریب توقی بکنه مثل بروندی یه ها این برگرده در سیاست، خیلی اینجوری میشه دیگه. این مردمی که دسته دسته زنهاشون رو میبرن 50 تا 60 تا، بعد جنازه های اینا پیدا میشه یا حتی دخترها رو آزاد میکنن، چنان بلای سر اینا آورده که دخترها برن خودشون خودکشی میکنن یا خانواده هاشون اونها رو میکشن. مثل چه اتفاقی که در نظر استاد 4 تا از اون دخترها رو برگردوندن، خود خانواده ها اونها رو کشتن. بعد این خانواده ها در چه وضعی زندگی میکنن؟ اون یک روزنه پیدا بکنن آدم هایی رو که تصور میکنه بیشترین دخالتی در سرنوشت داشتن با وحشیانه ترین شکل ممکن به جانشون میفته و علیهشون جنایت مرتکب بشه. شما میدونم ارتباط وسیع با روشنفکران و عزیزای افغانستانی در همه اقوام دارید. روشنفکران اون قوم خاص الان وحشت ندارن از این اتفاق، اگر یه مثلا احتمالشو بگیریم 5%، اصلا همین که تا ابد اینا خواهند بود، نمیترسن از این اتفاق. خیلی این من غلط فهمیدم، آیا این اتفاق خیلی نزدیک نیست؟ آیا این اتفاق خیلی امکان نداره که یهو رخ بده؟ و اگر رخ بده یک فاجعه در انتظار تمامیت اون قوم، در انتظار موجودیتش اصلا نیست؟ یک عیبی سوالم شدی؟ بله، یک عیبی کلانی که طالب ها داره و این آینده ای افغانستان را تهدید میکنه، تلاش برای پررنگ کردن نفاق و دوری های قومی داره که از این مسئله بخواد برای خودش پشتوانه درست بکنه. انصافا این حتی آینده ای بعد از طالب ها را تهدید میکنه و جامعه را ممکن است گرفتار یک خشونت ویرانگر بسازه، چیزی که شما فرمودین، و کسی هم نتونه ایران مهار بسازه. تا زمانی که خدای نخواسته وضع به اون مرحله نرسیده، نیاز است که همه نیروها کمر همت ببندن برای مهار وضعیت و برای زدودن حاکمیت طالبانی در افغانستان در واقع تلاش بکنن. خیلی ممنونم، خیلی محبت کردی که وقت تو در اختیار ما گذاشتی. نکته اگر باقی مونده بفرمایید، اگر نه که ما از خدمت درخواست میشیم تا من منبر خودم رو تازه شروع کنم. زنده باش، سلامت باش، شب شما بخیر. خدا نگهدار، خدا حافظ. خب دوستان من، شنیدین سخنان دوست عزیزمون جناب آقای سید باقر محسنی رو، خیلی خوب و مرتبط با موضوع اونها صحبت کرد. من بازم میبینم خیلی از دوستان اینجا تقاضا دادن، نمیدونم، ما یک قراری داریم بچه‌ها و اون قرارمون اینه که ما بعد از این احتمالاً شب در میان لایف های اعلام نشده داریم. توی این لایف های اعلام نشده میایم بعضی از بچه‌ها رو اضافه میکنیم که دلخواهشون باشن در لایو و بیان حرف بزنن، میایم اینا رو دعوت میکنیم بیان بالا. برای همین ما به مرور خیلیاتون رو میگیریم. اونایی که یک بار آمدن و صحبت کردن، خواهش میکنم وقتی میان اینجا تقاضا ندن بگن. الان طبق چیزی که حساب و کتابی که من دارم، باید فردا شب دوباره این کار بکنیم، اما حالا من یکی دو تاتون رو اضافه میکنم ببینم اگر که موفق بود، حرفی برای گفتن واقعا داشتید، ما در شبهای بعد به این وضع ادامه میدیم. اگر نه که خب اگر ببینیم موفقیت آمیز نیست، تعطیلش میکنیم دیگه. حالا اون دوستمون نوشته بود حرفای آدمای معمولی رو بشنوید. حرفای آدمای معمولی رو ما میدونیم چیه، برای همون داریم میسوزیم و برای همون داریم تلاش میکنیم ساعت چه میدونم گاهی اوقات تا نیمه شب بشین وبسایت درست کن، نمیدونم از جیب خودت خرج بکن تا این صدا شنیده بشه. ما میدونیم اون حرفا چیه عزیز من، داریم تحلیل میکنیم تا همون حرفا محقق بشه، اون دغدغه ها از بین بره.
خب نمیدونم، خیلیاتون اینجا درخواست دادین. یه دوستی اینجا هست به نام همین آقای عبدی که من پذیرشش یک بار گرفتم، دوباره پذیرش میدم آقای عبدی. ببینید اگر میتونید اضافه بشید، اون موقع خودم گفتم رد بکنید، شما هم رد کردید، محبت کردید، فقط گفتم به خاطر که اون مسئله حل بشه. شما الان ببینید اگر میتونید اضافه بشید، من تایید کردم درخواستتون. توی این فاصله من اینو صحبتی بکنم دوستان، ما داریم تلاش میکنیم لایو ها رو دائمی کنیم، حتی اگر بتونیم اینو ببریم به سمت یک تلویزیون اینترنتی یا اپ درست کنیم، اما تنهاییم، دستمون خالیه. دوستان افغانستانی کم همراهی میکنن، نمیگم نمیکنن، کم، یعنی اونقدر کم که میشه گفت نمیکنن دیگه. برای یک ملت 40 میلیونی یک شخصیتی داریم در خارج از ایران به نام آقای جورجندی، این داره علیه کلاهبرداری کار میکنه و این کلاهبرداری که از طریق نت و فروختن رمز ارز و نمیدونم این چیزا کلاهبرداری میکنن، ببین یه کلاهبرداری پانزی اینا رو رسوا میکنه. بعد اومده به جامعه ایرانی داخل و خارج کشور گفته آقا بیاید از من حمایت کنید، دونیت بدید به من که من هزینه‌ام تامین بشه بتونم به این کار ادامه بدم. 2300 هزار تا دنبال کننده پیدا کرده، یک وبسایت درست کرده به نام وب آموز، گروه درست کرده و واقعا هم داره کار خیر میکنه. من میبینم اون اعتقادات سیاسی هرچی داره من با اوناش کار نداره، داره تلاش میکنه مردم ایران رو و حتی حوزه فارسی زبان، چون به زبان فارسی مهاجرای افغانستانی هم که تو ایران هستن خیلی درگیری این چیزا میشه، اینا رو مطلع کن از این کلاهبرداری، چون کارش عامل منفعه است. دیروز دیدم نوشته که ما اسپانسر پیدا کردیم، دو تا صرافی رمزارز، گفتن ما از اینا رو میدیم تو کارتو بکنیم. ما اگر یک جایی پیدا بکنیم که اسپانسر بشه، خیلیاتون بعد از اون صحبت اون چای من پیام داده بودید آقا شماره حساب بده، ما هیچ وقت این کارو نکردیم و نمیکنیم، دنبال این هستیم با یه نفر پاسخگو باشیم. نه این سخته که آدم از مردم پول بگیره، بعد هر کس توقعی داره، یه خواسته‌ای داره، یه نگاهی داره، شاید یهو با یک نیتی پولو بده، بعد ببینه ما اینجا چون ما که اینجا بنا نداریم مثلا همیشه دفاع بکنیم از مقاومت، شاید یک شب اصلا بیایم اینجا انتحار بکنیم. مخالف آقای احمد مسعود هم اگه بخواد صحبت کنه اینجا روی چشم من میارمش صحبت بکنه، مخالف احمد شما مسعود هم بخواد صحبت کنه یا صحبت بکنه، نمیدونم در این بازه. چند بارم گفتم خدا شاهده طالب هم اگر میخواد بیاد، یه دو شب پیش دوستی صحبت میکردیم باش، گفتیم طالبات تو لایو میان و بعضیاشون گفتن جعفری ما راه نمیدیم اونجا بریم، گفتم نه بیان صحبت بکنم که کیم چه حرفی زده. حوزه حوزه گفتگو. اون موقعی که این اتفاق بیفته بعضی از کسایی که شاید کمک کرده باشم رد بگن آقا ما پول دادیم طالب بیاد صحبت. برای همین دلم میخواد ما با یکی به نتیجه برسیم یا دو تا یا سه تا، یه آدمایی که میفهمن این حوزه رو و با کمال میل میان پای ماجرا، مثل همین بحث وب آموز که براتون مثال زدم. خب آقای صادقی، من پذیرش میکنم شما آقای عبدی که نتونست اضافه بشه، یکی از بچه ها رو میپذیریم و با اجازتون لایو رو تمام میکنیم دیگه. در جایی که من هستم دیر وقته، باید دیگه کم کم. خب آقای صادقی من براتون پذیرش رو تایید کردم. فکر میکنید دوستان درخواست رو میدن بعد گاهی از لایو خارج میشن، گاهی نظرشون تغییر میکنه و این میمونه همینطوری. نمیدونم آقای شاهین صادقی. خب نمیتونیم داشته باشیم ایشون رو. سرکار خانم بانو حسینی اگر درست خونده باشه، من پذیرش میکنم شما رو، بفرمایید اگر میخواید چند دقیقه صحبت کنید تا بحث رو تمام کنید. ما امشب بنا بود درباره این سوء استفاده هایی که از نام جبهه میشه، این کارهایی که بعضی از این افرادی که مدعی حمایت از جبهه مقاومت هستن انجام میدن و به گن میکشن این اعتبار رو، برای این باره بنا بود صحبت بکنیم. اما دو تا اتفاق افتاد، یکی این که خب فکر کردم الان بس کنفرانس بیانه، اینا دارن میرن زحمت میکشن تو این حوزه، حالا یه بحثی رو ما مطرح بکنیم اگرچه که برای آسیب شناسیه و میخواییم مشکلات رو بگیم تا حل بشه، اما از طرف دیگه توی این لحظه ممکنه صدمه بزنه. یک فکر کردم چند شب بعد موکولش بکنیم، اگر جانشو داشته باشم و حالشو داشته باشم سعی میکنم هر شب ما لایو داشته باشیم، یک شب رسمی، یعنی هم تو اعلان بدیم و
اصلا کار رو انجام بدیم. یک شب هم غیر رسمی، یعنی اگر حوصله بود بیام یک ساعتی بشینم و مخاطبین رو بیارم مثل دیشب بیان حرف بزنم. اما تو رو خدا اگر میخوایم بیاین بالا، بحث این که آهای دمت گرم و خسته نباشی و اینا، اگر حرفی برای گفتن دارید دیگه اضافه بشید. آقای عبدالقدوس احمدی، من پذیرش کردم شما رو، ببینید میتونید به ما اضافه بشید یا نه، و بعد حرفتون رو آماده بکنید موقعی که نوبتتون میشه. به هر حال خیلی یا تقاضا میدن و بعضی ها آدم های سرشناسی هم، من نمیشناسم ایشون، میمونن اینا پشت خط دلگیر میشن. خواهش میکنم این نکات رو هم دیگه از ذهنتون بیرون کنین دیگه، وضعیت رو میبینین خودتون چطوریه. تصویر سیاه آقای قدوس. سلام آقای جعفریان عزیز، الان صفحه سفید شد، شما میبینین تصویر یا نه؟ بله صفحه سفید شد، ولی گویا شما دوربین خاموش کردین. اشکالی نداره البته، هر جو میلتون. بار اول است ممتاز، دفعه بعد انشاءالله کوشش میکنم که بفرمایید. خیلی خوشحال شدم برای اولین بار با شما لااقل ارتباط تامین کردم. با خودم در اروپا زندگی میکنم، مدت 2 سال است بعد از سقوط طالبان، یعنی به هر درچه کوچکی که امکاناتش بود کوشش کردم که با این جبهه در تماس شوم و دین ملی و وطنی خود در مقابل وطن ادا بکنم. من خودم سابقا افسر بودم و فعلا از این وضعیتی که پیش آمده سخت منه که کل مردم افغانستان رنگ میبره. و پیام ما به سردمداران جبهه ای است که تابکه ما یک ضرب المثل داریم، میگه کارت به استخوان رسید. از ما این کارت ما استخوان متاسفانه بریده. ما یک اکثریت 70% مطلق در افغانستان زیر یوغ و استکبار یک اقلیت جاهل 30%، حالا گیرم 30% حساب بکن، طبقه این وضع ادامه داره. و من نمیفهم که چطور نمه کلی وطندارای ما چی در ایران مهاجر هستن، چی در پاکستان مهاجر هستن و چی در اروپا مهاجر هستن، در هر گوشه و کناری دنیا که هستن قرار ندارن. اینا میخوان به یک شکلی مثل خودم دین ملی و وطنی خود ادا بکنن. یگانه درچه که شما ما از امو بیانیه یا مقاله که در سالگردی قهرمان ملی احمدشاه مسعود شما ایراد کردیم، گفتین من یک روزنامه نگاری هستم که گاهی در کوزوو هم و گاهی در سرایوو و گاهی در کابل و گاهی در فلانجا با یک کلاه پشتی. من انشاءالله شما را نزدیک ببینم و دستای شما را ببوسم. شما میگه مگذر مسئله بازم هست، میگه یا مرد باش یا نوکر مرد، شما مرد هستین که با مردا خرم گذاشتین و در شرایط خود جاویدان و ماندگار کردین. آقای جعفریان عزیز صدای مرا میشنوی؟ بله کاملا آقای قدوس، خیلی هم خوب. و ما فقط برای اولین بار است که تونستیم با شما در تماس شویم و این درد من دردی آقای قدوس صدا تو از دست دادی. ما صدا تو من یکم صحبت کن. نه صدا قطع شد. الان چی جوری شد؟ میاد یه کلمه یه ذره صدات میاد که صداشو باز قطع میشه. اگه تو صدای منو کامل دارید، کیفیت صدات کاملا به هم ریخت. خیلی خوب بود صدات، عالی بود، ولی الان هیچ نداره. من صدای شما رو کاملا دارم ممتاز. درست شد. من بذار یه پرانتز باز کنم، شما که صدای منو میشنوید درسته؟ بله خیلی خوب. بله مهربونی. ببینید دوستان من، اگر عزیزانی از سران مقاومت که والا محبت داشتن منو که دیدن گفتن خیلی لایوار مرتب میدیدن، اگر کسی داره میبینید لایوار، وقتی ما میگیم باید در انتقاد از مقاومت باز باشه، این یکیشه. این انتقاد نیست. قدوس یکی نیست، 100,000 تا قدوس هست در ایران، در پاکستان، در اروپا، آواره تشنه ایستادن و نبرد کردن با دشمن. خب یکی باید اینا رو آقا سازمان بده. خیلی خب من قبول دارم شما ظرفیتشو ندارین فعلا، گنجایششو ندارین، اما باید اینو رها بکنی. اگه رها کردی، حالا یکیش مثل این آدم فکر داشت توی اروپا موند، بعد تا شده به استخوانم کار به استخوانش هم برسه. اما اگه یکی نداشت رفت پیوست به داعش، بعد فردا همین شما میگین آقا اینا داعش افراطی اینا، هم از کشورهای همسایه یا خود مسئولین مقاومت. خب برادرای من یک سازوکار پیش بینی بکنیم، چه میدونم اصلا
نظامی در تبعید یک نوبتی بگذارید. من نمیدونم چی، من که در افغانستان مشغول جهاد نبودم که، شماها سابقه‌شو دارید. باید یک سازماندهی بکنید، یک امیدی تو دل اینا روشن باشه در پای تختای مختلف جهان که آواره هستن، بدونن آقا فرصتی به اینها داده خواهد شد تا از ننگ و ناموس و آبروی خودشون دفاع بکنن. این که اون مردک تسلیم کرد، همه چیز رو داد به طالب رفت و حتی تفنگای این آدم را دستشون گرفت، اینا همینطور که ایشون گفت عقدمندن، میگه کار دستخوان را شکسته رد شده. خب این درسته، یه بخشش حالا هر چی نمیخوام باید بشن، یه بخششم جبهه مقاومت باید یه کاری بکنه دیگه. دو سال داره این حرف زده میشه، یه کمیته برای همین منظور میذاشتید 10 تا پیشنهاد بده، شاید یکیش عملی میشد. کمیته ساماندهی نظامیان از کشور گریخته مثلا، یه کاری بکنید. من که نمیدونم، بنده نه تشکیلاتی ام نه رهبر جبهه مقاومت بودم نه بلدم این کارا رو، اما درد امثال قدوسا رو خوب میفهمم. من این تیپی بودم، من میتونم بفهمم داره چی میگه. بفرمایید اگه نکته باقی مونده بگو. آقای جعفران عزیز، درد اینجاست. ما با یک شماره تلفن از آقای جناب امرالله خان صالح در صفحه فیسبوکش بود، یک دوبار من برایش وایس گذاشتم، یک دوبار برایش پیام نوشته کردیم. ما در اروپا حتی در استرالیا پیسه جمع کردیم حدودا $100,000. چندین بار ما انجمنا دادیم، در انجمنا مراجعه کردیم که ما دین ملی وطنی خود در مقابل وطن ادا کنیم. صندوق یانه گذاشتیم، تقریبا $100,000 جمع شد. گفت خب اینی $100,000، بیاین از همینجا حداقل 50-100 نفر در کشوری که ما زندگی میکنم و شاید در سر تا سر اروپا بیشتر از 2,000. صدا دوباره رفت قدوس عزیز. صدا قطع بود مشاهای قدوس. الان میشه این لحظه ولی میره. من فکر کنم کلام منعقد شد، شما میگی ما حتی پول جمع کردیم اینا نیومدن بگیرن که $100,000 ما جمع کردیم نیومدن. چی ما گفتیم؟ ما میاییم حدودا 100 نفر از اروپا، از همین کشوری که ما زندگی میکنیم، 100 نفر با $100,000 ما میاییم، اسلحه خود ما میخریم، فقط شما برای ما زمینه سازه بکنن که ما از طریق تاجیکستان وارد بدخشان افغانستان شیم. اینا اصلا گوش شنوا نداره. من نمیفهم که منتظر چی است و ملت از اینا چطور بازم توقع داشته باشه. یا اگر همین زمینه امروز در ایران مساعد شوه، حدودا در یک شب 100,000 نظامی دوباره جمع میشه، یک ولایت ایران یک شب ان شاء الله توکل به خدا مردم از دست اینا خلاص میکنه. پس اینا هنوز را میشینن فرموده پیشتر شما که من فلانی وزیر صاحب هستم، من فلانی جنرال صاحب هستم، بازم مرا سایت بگوین، اینا را مردم بازم سر اینا چطور اعتبار بکنه. من تا به امرالله خان صالح وایس گذاشتم، گفتم مردم بالاخره با می وحشت و دهشت طالبان عادت میکنه، با می کنار میاد. بالاخره ما هم شاید یک وقتی بریم که کتم طالبان کنار بیایم تا بکی. اما این گوش شنوا نیست. فکر کنیم که اینا مستن و یک شعری هست که میگه دیوانه بگرس که مست آمد. اینا مستن فعلا، نمیشنون، هیچ گوش شنوایی ندارن. یا اگر اینا کدام کاری نیستن و دست چیزی نمیاد، استعفا بدن، اعلان کنن که ما نمیتونیم زمینه را برای جوانای دیگه، برای کسایی که در صحنه نیستن. فرموده پیشتر شما که کسی گفته بود که گپ عام مردم هم بشنو، زمینه را بگذارن برای سایر مردم که سایر مردم باید تصمیم بگیره با سرنوشت خود. اینا دیگه تابکه اینطوری در حالت ساکت و خمود و جمود ادامه بدن و آخرش چی میشه؟ آقای قدوس، یک دردی توی صدای تو هست که اصلا من با وجود پاسخ این بخش سوال تو، بخشش شاید من بدون اصلا دلم نمیخواد جواب بدم، دلم میخواد همراهی کنم با تو، ولی اینو بپذیر. مثلا همین نکته که الان گفتی، آقا ما میخوایم بیایم بریم از فلان منطقه فلان کشور وارد بشیم، این موافقت کشور میزبانو میخواد. همین مقدار که داره این آقای رحمانوف و تاجیکستان با تمام مشکلاتی که دارن، فقری که دارن، یک کشور کوچولوی محصور در خشکی وسط قولها وسط منطقه آشفته قبول کرده، اینها رو پذیرفته، دفتر داده بهشون، رسمیت داده، اجازه داده اینجا محفل بگیرن، کنفرانس. و اینا خودش باید اینا کلاهشون رو 1000 متر بندازن هوا. این که حالا شما علنی تو رسانه داری میگی آقا ما همچین انتظاری داریم که تاجیکستان، که اصلا خودت به هر حال آدم حرفه‌ای هستی میدونی خوب نیست در اینا در رسانه رسمی، اما همین مقدارم من معتقدم اینا هنر کردن که جا دادن امکانات. و ایرانی که مدعی بود میدونی به اینا اجازه نداده یک لوحه یه تابلو بزنن اون بالا، مجروح اینا رو نمیگیره، راه نمیده به ایران.
اصلا خب هزار یه محدودیت برایشون ایجاد میکنه. من نخواستم وارد بحث بشم با آقای محسنی چون خودم سوال مطرح کرده بودم، ولی شاید یکی از دلایلی که اسمی خان نرفت موسکو این بود که نگذاشت کشور میزبان، شاید اینجوری بوده، ما که نمیتونیم که، شاید هم خودش نخواسته بره. اما تا این حد گاهی اوقات محدودیت ها هست، اینا رو در نظر بگیرید. اینا به هر حال مجموعه ها جوان هستن، ناگهان این اتفاق افتاد تا انسجام بگیرن سر خود، ولی من شما رو میفهمم، این بغضی که در صدای تو هست که همین ماه منو برسون به مرز و اسلحه هم بده دستم، تو بعد ببینی از من چه ساخته است. و این که شما فرمودید حرفتون دقیقه، این حس آقا از بین میره، مردم عادت میکنند، استفاده کنید از این سرمایه و از این فرصتی که به وجود اومده. بفرمایید آقای قدوس، اگر سه چهار دقیقه خلاصه کنید که تمام کنیم بس. و یک خطاب مشخص برای عامر جوان، برای پسر قهرمان ملی، برای حاجی صاحب احمد مسعود خطاب مایی است که برادر بزرگوار، یک سخنگویت از یک ازبک از شمال افغانستان تعیین کو، یک کارمند وزارت خارجه یا بخش خارجی تا یک هزاره را از بامیان تعیین کو، یک تاجیک از هرات تعیین کو، که مردم افغانستان کلگی خود در مو آینه ببینه که همینجا جبهه ماست. ما خود مشخص هستیم، زبان ما فارسی است، قومیت ما یا ترک است یا تاجیک است یا هزاره است، که در مجموع ما مجموعی از فارسی زبان های افغانستان هستیم. حالا اینا فقط یک روز معنوی صاحب از جرمنی فتوای کفری یک را صادر میکنه، یک روز حفیظ خان منصور فتوای کفر کسی دیگر را صادر میکنه که اینا کافر هستن. این مسلمان های دوربر تا دیروز اینا وزیر دفاع بود، وزیر داخله بود، وزیر امنیت بود، از اینا مردم متنفرن. بگذار چهره های نو بیا، بگذار همو خود همو اعتباری که بین مردم داره اینا بیشتر خدشه‌دار نکنن و خود جای پدرت بگیری، جای قهرمان ملی را بگیری، که مردم در همون دوربر خود جمع شود. فقط این خطاب من برای جناب حاجی صاحب احمد مسعود است، انشاءالله که اگر بشنوه یا برش برسه. این یک درد مردم است. ما در بعضی مجالس ها که میریم فقط میگم چهار تا چهره تکراری است. دیروز آقای بسم الله خان وزیر دفاع بود، هر کسی که تلفن میکنه میگه برای بسم الله خان گفت که فرار کن، برای بسم الله خان گفت که فرار کن. این بسم الله خان باز هم موجه من حیث مشاور نظامی هست، همین بسم الله خانه که دیروز فرار کرده، این چانسی سخت رد شده، اینا مرای سخته هستن. بگذار چهره های نو بیا، بگذار کسای بیا که درد وطن نداره، اینا فقط درد پول داشتن، به پول رسیدن، از اینا تمام شد. خیلی ممنونم قدوس جان، نفست گرم. انشاءالله که روزی همون در کابل ببینیم، بگی من همون آدمم هم که آمدم در لایو تو صحبت کردم، انشاءالله اون سرزمین به روزهای خوشش برمیگرده. من آقای جعفریان احمدشاه مسعود دو بار نزدیک دیدم، اما باش دست بوسی کرده نتونستم. انشاءالله خودت ببینم و دستت ببوسم. مرد همیشه سربلند و سرفراز باشی، خداوند یار و مددگار در دنیا و آخرت با سعادت باشی جناب جعفریان بزرگوار. خواهش میکنم توی در واقع اینستاگرام در اون دایرکت میگن چی میگن اینجا، به من پیام بدین با هم ارتباط داشته باشیم. باز من در خدمتتون هستم. سلام علیکم. سلام علیکم. خیر خوشحال شدم. ممنون، متشکرم. دوستان من شنیدین صحبت های آقای قدوس رو، حق دارن، به خدا اینها حق دارن، ولی وقتی میایید از نزدیک که میبینید بعضی از چیزها رخ داده، شاید اون مثلا به گوش بعضی از بچه‌ها نرسیده یا اونجوری که اونها دلشون میخواسته رخ نداده، اما اتفاق افتاده. الان تو همین دستگاه من دیدم بچه های هزاره دیدم که مسئولیت دارن. الان آقای نظری که حالا به شوخی یکی از دوستان میگم نفر دوی مقاومته، از جوانهای شیعه افغانستانی کابلی، باید چی کار بکنه؟ آمده بچه آقای دیشب پریشم آقای همین جایی که الان من نشستم، آقای مشکور کابولی نشستم، ایشان نه سابقا هم دیگر رو میشناختن با احمد مسعود، نه کار سیاسی با هم کرده بودن، نه هیچی. لیاقتش رو دیده بود، چند جا صحبتش رو شنیده بود، خودش رفت در آلمان دیدنش. این آدم الان عضو شورای رهبریه. روز آخون نماز چقدر ممکنه مثلا ذهنیت منفی برای مخاطب ایجاد بکنه؟ از این ذهنیت نترسید، احمد به این سبا کرد. بعضی کارا شده، شاید به اندازه کافی نه، اینو قبول دارم. و مهمترینش همونی که آقای قدوس گفت، بحث سازماندهی
نظامیان پراکنده شده میبینید، یه بار میگن کولومبیا اینا رو استخدام داره میکنه، یه دود ایران شایع شده به شدت که سفارت برزیل داره از دم به این نظامیا ویزا میده که بیاد برید برزیل. آقا اینا تمام میشن، از دست میرن، یا در زندگی حل میشن یا این فشار و این وضعیت رو میپذیرن، همینه که هست دیگه، هم تو و کارآمدی خودشون از دست میدن. این زمانی که شما میتونید اینا رو گرده هم جمع بکنید و کار بکنید، اون زمان محدوده، در آستانه تمام شدنه. هر کار میخواید بکنید الان وقتشه. حرف آقای قدوس این بود که من کاملا باش موافقم، حرف درستی. خب یه ده دقیقه کم بیشتر، یه 15 دقیقه دیگه، شاید 16 دقیقه دیگه تا 20 دقیقه در سر، دو ساعت میشه. من قرار بود تو یک ساعت و نیم تموم کنم، الان یه 10-11 دقیقه از یک ساعت و نیم، 10 دقیقه بیشتر صحبت کردیم. خوشحالم که دوباره لایو رو شروع کردیم. باز خواهش میکنم برای که بتونیم ادامه بدیم، دوباره مثل اتفاق قبلی نشه، تعطیل نشه، بعیده که بین مخاطبای ما تجار رو نمیدونن به قول ارکان صنایع پیصدارها باشن، اما اگر هست دستگیری کنید، نگذارید این صدا خاموش بشه، که امثال قدوس ها و این بچه هایی که دیشب اومدن حرف زدن، یک رسانه صحبتشون رو پخش کنن، این کمک بزرگه. افغانستان به یک رسانه مستقل احتیاج دارد که فعلا نداریم. هر کجا هستین شاد و سرزنده و امیدوار باشید انشاءالله که هممون بر میگردیم و یک روزی در کابل یک عکس دستیکمی از دستندرکارا و برخی از مخاطبان این لایف در هرات میگیریم، در کابل میگیریم، در تنشیه میگیریم. توکل تا علالله، خدا رو چی دید؟ از این اتفاقات زیاد در دنیا افتاده، در افغانستان بیشتر. خدا نگهدارتون، امیدوارم که به ما کمک کنید تا دیده بشیم، کانال یوتیوبمون، اینستاگراممون، بیکار نشیم، کمترین کاری که میشه کرد همینه. شبتون بخیر باشه. یا علی مدد.